در طلوع صبح صادق برف شادی دلرباست لابلای دانه های برف دستان خداست نیک بنگر سجده شکری به جا آرو بخند گرمی این بزم در دستان پرمهر شماست با نام و یاد خداوند متعال خداوند را حمد و سنا می گویم. بر تمامی نعمتهای آشکار و پنهانی که به ما عنایت کرده است و با سلام و سلوات الهی بر آخرین فرستاده اش حضرت محمد مصطفی و همچنین درود و سلام بر خاندان پاک و طاهرش بینندگان عزیز سلام وقت شما به خیر خداوند متعال را شکر می کنم بار دیگر خدمتگزار شما عزیزان باشم از طریق برنامه به وقت بیداری برنامه که به طور زنده و مستقیم از استودیوی شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم شما عزیزان میگردد در همین ابتدا ارز می‌کنم میتوانید از طریق پل ارتباطی و نرمافزار واتساپ و شماره برنامه در ارتباط باشید با ما پیامها مطالب سوالات خود در موضوعات مختلف را با ما در میان بگذارید حتما پاسخگوی شما عزیزان هستیم و مطالب شما را میخوانیم و جواب خواهیم داد این شماره پل ارتباطی میان ما و شماست شماره مثبت 964 780 255 40 13 و اما برنامه امشب با موضوع پاسخگویی به احکام و سوالات شرعی استفاده میکنیم از کارشناس محترم آجاقای رسولی خوشحالیم از این بابت که بینندگان عزیز زیادی با برنامه در ارتباط میشند و سوالات خود را پرسان میکنند به خصوص درباره مسائل و احکام شرعی سوال زیاد است لذا برنامه به وقت بیداری علاوه بر سهشنبه شب ها که به موضوع احکام اختصاص یافته یک شنبه ها هم در همین موضوع یعنی پاسخگویی به احکامی که خود شما عزیزان سوالاتی را پرسان کردید در خدمت شما هستیم قبل از اینکه گفتگو کنیم با جناب حاج آقای رسولی یک بار دیگر زمان پخش برنامه های زنده را خدمت شما عرض می کنیم الله که عزیزان بیننده این برنامه باشند برنامه روشنا که مربوط به خانم های محترم هست مربوط به مسائل خانواده هست مسائل ازدواج، مسائل اخلاقی به طور زنده و مستقیم هر روز ساعت یک بجه تقدیم شما عزیزان میگردد و باز پخش او تکرار اوی برنامه هم سا همان شب ساعت 9 و 45 دقیقه انشالله می توانید تماشا کنید و برنامه ما برنامه به وقت بیداری را هم هر شب ساعت 8 و تکرار ای برنامه هم فردای همان روز ساعت 10 و 45 دقیقه انشالله تماشا بفرمایید عرض سلام دارم خدمت شما حجابه رسولی وقت شما بخیر تایی که انشالله گفتگو کنیم درباره مسائل و احکامی که عزیزان بیننده ما سوال کردن با بینندگان آغاز سخن داشته باشید بسیار رالی سلام علیکم و رحمت الله محضر شما سلام. و محضر بینندگان عزیز و همراهان گرامی که همیشه ما در خدمت هستیم و از سوالات چون بهرمند میشیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوار که جور و باشین و قطعا ما دای خیرتان ان فراموش نمیکنیم خیلی ممنون از شما با عنوان اولین سوال بیننده عزیزی با این شماره اجازه بدید شماره اش را هم بخوانم از کشور عزیز ما افغانستان با شماره مثبت 93 77 4 شماره آخر 67 20 سوال کردند که اگر ما بخواهیم نماز میت را بخوانیم و اون شهادت ها و دعاهایی را که در نماز میت هست ما از حفظ نیم از بر نمیتانیم خانده و امکانش هست که ما از روی یک ای از روی یک کاغذی یا از روی صفحه موبایل خود یا حتی ما توزیع مسائل را جلوی خود باز کنیم و از روی توزیع مسائل نماز میت را بخانیم اشکال در نماز ایجاد می شود یا نه؟ بسیار بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و والسلام و علی رسول الله و علی آله آل الله اللهم صل على محمد, 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 محمد و آل محمد و عجل فرجهم خب ما ضمن تشکر از بیننده عزیز و تمام بینندگانی که با ما در تماس میشن خدمتشون عرض کنم که نه اگر کسی به اصطلاح نماز میت از حفظ نداشت و خدمتتان از کنم که چون نماز میت همی در جران هستین که نماز میت درست است که یک شخص جلو استاد میشه بله. به عنوان بله. امام و بقیه پشت سرش چی میشن؟ استاد میشن اما رقم که امام باید بخانه بقیه باید چی کنن؟ بخانن یعنی مثل نماز جماعت وره نیست که در نماز جماعت در رکت اول و دوم وقتی که امام میخوانه هم دستور را میخوانه دیگه بقیه چوب هستن و ساکت و چیزی نباید بگید. برعکس نماز مایی دیر رقم نیست و همینجا ما خدمت شما عرض بکنم ای که ما به نماز مایید نماز میگیم یا مسامحتن در اصل نماز نیست بله. یک دعاییه که در این قالب است حالا به نماز مایید یا نماز جنازه چی شده؟ معروف مارش. و مشهور شده به خاطر نه رکوع داره نه سجود داره خدمتتون عرض کنم بسیار از چیزایی که در نماز هست این وجود نیست و اما اگر کسی او دعاها را مثلا شهادت اش... اش, اش الله اله الا الله وحده لا شریک و اشهد ان عبده و رسوله تا آخرش یا یکی که میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد یا که میگه اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات هیچ کدام از اینا از حفظ نیست بلی اما رقم که شما گفتیم یک کاغذ اگر نوشته باشه کاغذ میتونه مقابل صورت خودش بگیره یا اگر کاغذ نیست فعلا خب موبایل تمامی برنامه هست دیگه میتونه از روی موبایل بخونه و اگر حتی او رم نداره می توزیع مسائلی که هست دیگه بله. مسائل پیش روی خودش باز میکنه و میخونه و امور هم که شما در جریان هستید و ممکنه بینندگان هم در جریان باشن خو این نماز میه دو قسم است یکی یکم بسیار کوتاهش است و یکی دیگه یک مقدار مفصل تر فرق نمیکنه هر کدام از اینا رو از روی نوشته یا موبایل یا کاغذ بخونه پروا نداره حتی در برخی از اوقات <coughs> در سایر نماز ها می رقم است مثلا یک سوره را از بر نیست و یک سوره را نمیتونه از بر بخونه حتی در بقیه نماز هم میتونه امور از روی کاغذ یا از روی قرآن شریف باز کنه و بخونه و کدام مشکلی در این زمینه نیست بله بسیار خوب ای که اشاره کردین از روی موبایل بخونه البته باید احتیاط بکنه بله. اگر وقت موبایل به زنگ خورد دیگه اون نماز میت شکسته میشه و بنده خدا مشکل پیدا میکنه بله باید روی بل... اوپای بگذاره بله حالت حرواز بگذارن چقدر خوبه که بالاخره همه مؤمنین این نماز میت را که اشاره کردید مسامحتا با اون نماز میت بله گفته خب یک شهادت هست و سه تا دعا که یک دعا صلوات بر پیامبر هست یک دعا برای همه مؤمنین هست و یک دعای ویژه هم برای همین میت است مرحوم یا مرحومه که درست نماز برای او میخوانیم اما مختصرش را حداقل همه مؤمنین و مؤمنات بلد باشند چقدر خوب و زیبا هست بله تشکر از خیشم. جواب شما و اما سوال دومی که بیننده عزیز دیگری پرسان کردن با شماره مثبت 93 74 4 چهار، چهار شماره آخر 39 12 سوال کردن در مسجدی که ما نماز میخانیم در اونجا حالا شاید مسجد نزدیک خانه شان باشه یک جوانی که هنوز 20 سال نشده به سن مثلا 20 سالگی نرسیده حالا شاید حدودی همچین سنی را گفتند و از طرفی هم طلبه نیه روحانی نیه عالم دینی نیه که در حوزه ها درس خنده باشه حالا به با یک دلایلی پیش نماز استاده میشه و به عنوان امام جماعت جلو و استاده میشه و بقیه پوستر زو نماز میخوانند آیا اگر ما پوستر چنین جوانی که چنین خصوصیاتی داره نماز بخانیم این نماز ما درسته یا نه خدمت از این بیننده عزیز عرض کنیم و خدمت بقیه بینندگان محترم و او که در نماز جماعت ده شرط است بله. که شرط دهمش ده درباره خود امام جماعت است که باز امام جماعت یازده شرط داره درست. اگر یازده شرط در امام جماعت باشه خب میشه در امام جماعت چی کنیم ما اقتدا کنیم اگر هر کدام از یازده شرط ها نباشه یعنی کل از شرط ها رو باید امام جماعت یازده شرط داشته باشه که ما بتونیم به ایچی کنیم اقتدا کنیم اگر یک کدام از این شرط ها نباشه این شخص صلاحیت از این نداره که پیش استاد شوه و بقیه با پشت سر از چی کنن اقتدا کنن خب بهترین مورد است که ما بارها تذکر دادیم خدمت دوستان بزرگوار که رساله را داشته باشند مخصوصا رساله جامعه از آیت الله و سیستانی بسیار رساله خوبی است ولی خب حیفش است که یک جلدش بیشتر در بازار نیامده بسیار جامعه هم رقم که از نامش پیداست جامعه است احکام دستبندی شده ورود و خروجش بسیار زیباست و ما این شرایط یازده کنی که برای ما به جماعت گفتیم بهتره که یک اشاره داشته باشیم بسیارم. از رویش تا خدمت دوستان این مسئله را بیشتر برشنجو. باز شود. بله حضرت آیت الله ما سیستانی این مسئله را خدمت ارز کنم که شرط دهم، ده ما گفتیم که خود نماز جماعت ده شرط داره این مثلا یک از است که بین امام و معمون فاصله نباشه بله. امام بالاتر استاد نباشه و شرط دیگه داره که شرط دهم دو ده ده درباره خود امام جماعته یعنی خود امام جماعت باز یازده شرط باید چی؟ داشته باشه این در مسئله 1760 صفحه به اصطلاح رساله که من دارم 496 درست در این مسئله گفته که برای صحیح بودن نماز جماعت امام جماعت باید دارای شرایطی باشد که این شرایط در مسائل بعدی ذکر میشه یک امام جماعت باید بالغ باشه پس مهی که بالغ استم خودم نمیشود بر یک شخص نابالغ بله. اقتدا کنم حتی نابالغم هم نمیتونه به یک نابالغ دیگه چی کنه؟ اقتدا, کنه. مثلا یک بچه 9 ساله ده ساله هست ای که میخوای اقتدا کنه باید حتما امام جماعتش هم چی باشه؟ بالغ باشه و من ای که خودم بالغم قطعا باید امام جماعتم چی باشه؟ بالغ باشه پس وقتی که میگن زیر 20 سال این ملاک نیست که سی سال داشته باشه چیل سال داشته باشه ملاک است که بالغ شده باشه یعنی <applause> خب که عرف شده معمول شده که نه. پیش نماز باید حتما بیستفید باشه نه نه ای گپانیست آدم پیر و مرد باشه نه صحیح نه, نه ای گپانیست اگرچه میگه اگر سکندر جهانی بی پیر و خرابه مرا قطعا انسان هایی که مسن نسن سنشون بیشتر گرمی و سردی روزگار دیدن مسائل برای از اینا بسیار تکرار شده اه، 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 کوهی از تجربه هستند ولی این رقم نیست که دیگه الا و لابود باید حتما چی باشه مرد باشه و ما شما را کسی اونجا قبول نکنه نه این که گفتن زیر 20 سال ملاک نیست اگر مرد باشه ای 15 سالش که بود شده باشه یعنی بالغ شده باشه یا اگر زن باشه که برای زنای دیگه میخواد نماز چی باشه جماعت به تن امام استاد شوه این نو سال باشه چی میکنه کفایت, کفایت میکنه پس دیگه سن از این ملاک 20 سالگی و 30 سالگی ملاک نیست فقط بلوغ ملاک است این که به سن بلوغ چی رسیده باشه شرعی رسیده باشه دوم عاقل باشه یک شخصی که دیوانه است یک شخصی که مجنون یا به تعبیر والخانش اجاره است این شخص نمیتونه به عنوان امام استاد شوه امام اه 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 کسی که پیش باید. درست پس شخصی که دیوانه است این شخص نمیتونه امام جماعت استاد شوه نکته دیگه که خیلی مهم است بگه این شخص باید حلال زاده باشه یعنی اگر در یک جایی در یک قریه در یک شهری یک شخص مشهوری به است که حراب زاده است مثلا ولد زناست. زناست. یا از رابطه نامشروع خدای نخواسته به وجود آمده باشه چون این شخصی اگر شهرت به کار داشته باشه ای نمیتونه نماز جماعت بده دیگهش ای که شیعه دوازده امامی باشه یعنی ما که شیعه دوازده امامی هستم پیش ما باید شیعه دوازده امامی باشه پیش شیعه چهار امامی و شیعه شش امامی و یا برادران اهل سنت و جماعت کفایت نمیکنه مگر در شرایط استرار که او بحث بعض دیگری است شرط پنجمیش میگه که عادل باشه جناب پس این شخص که ممکنه سوال کننده ما را صدای ما رو میشنوه و تصویر ما را میبینه خب دقت کنه شخص باید عادل باشه ای که طلبه باشه یا نباشه اینا هیچ کدومش ملاک نیست. نیست. پس اول و دوم و سوم و گفتیم شرط پنجمش عادل باشه عادل کیست همینج خود حضرت آیت الله العظما سیستانی در مسئله 1762 عادل کاملا تعریف کرده میگه عادل او کسی است که چیزایی که به گردنش واجب شده اونا را انجام میته و چیزایی که از این خواستن گفته که انجام نده یعنی حرام را این حرام را انجام نمیته نمی و اگر از در و همسایه و از فامیلیش پرسان میکنیم که چرا قم آدم میگن آدم ظاهر و صلاحیه این شخص میشه شخص عادل پس ما برای که به شخص اقتدا کنیم باید عدالتش برای ما محرز باشه یعنی بله. حتی به مشکوک ما نمیتونیم اقتدا کنیم اگرچه فعلا مؤمنین یک مقدار مسامحه میکنند در بله. این مثلا امام جماعتی در بازار امام نماز جماعت است الله اکبر چه اقتدا میکنن همین جمعه ایرم بخوانم اقتدا به امام جماعت غیر عادل و نیز کسی که معلوم نیست عادل است یا نه صحیح نیست درست پس ما باید عدالت جستجوی حداقل باید بله؟ داشته باشیم بله؟ که این آقایی که امام جماعت شده و ما حالا یک مورد اگر اتفاقی به او اقتدا کردیم از یک مسجد عبور میکردیم به او اقتدا کردیم اگر بخوایم به مدت طولانی کنار خانه ای ما مسجدی هست و ما میخوایم به این امام جماعت اقتدا کنیم یک جو سجوی لازم هست که او رو بشناسیم که او از عدالت او تا یک اندازه با باشه البته در امام جماعت بازار هم اگر انسان میبینه که جمع بسیار زیادی به شخص اقتدام میکنه از اون طریق میتونه اطمینان پیدا کنه که خب اینا مسلمان هستن دیگه اینا جستجو کردن حتما این شخص ادالتش ثابت است که بهش اقتدا کردن از این باب اگر اقتدا کنه باز او گپ دیگری است مسئله ششم و شرط ششم که میگه قرائتش باید صحیح باشه بله یعنی قرائتش باید صحیح باشه حالا که در بقی از کار هم هست علاوه بر قرائت در بقی از کار هم هست مثل در تسبیحات اربعه و ذکر رکوع سجود این چه رقم میگه میگه قرائت امام جماعت باید صحیح باشد در مسئله 1763 قرائت امام جماعت باید صحیح باشد و حمد و سوره نماز را به عربی صحیح بخواند درست حالا بنابر این اقتدای معمومی معموم اینه کسی که پشت سر امام اقتدا میکنه که قرائتش صحیح است به امامی که قرائتش صحیح نیست هر چند امام در عملش معذور باشه این امام نمیتونه یاد بگیره علمی رقم است دیگه مثلا انگلیسی زبان است نمیتونه بیشتر از این قرائت خود چی صحیح, صحیح کنه خو عذر داره بلا. در عین حالی که عذر داره این اشتباه میخونه قرائتش اشتباهه من شخصی که قرائتم صحیحه صحیح صح. نمیتونه به حتی در مسئله بعدی حضرت الله عزوجل سیستانی حتی اگر منی که مقتدی هستم یعنی اقتدا میکنم من غلط میخونم امام هم غلط میخونه بله. درسته که من یکی غلط میخونم خب من که غلط میخونم من به یه امام اقتدا کنم بازم نمیشه نمیشه باید به با امام اقتدا شد که حتما قراعت من قراعتش چی باشه؟ صحیح باشه شرط هفتم در صورتی که معموم مرد است امام جماعت هم باید چی باشه؟ مرد باشه یعنی اگر خانم امام جماعت باشه مرد پشتر ازی نمیتونه اقتدا کنه ولی اگر به اصطلاح امام خانم باشه معمومین خانم باشه این پروا نداره. نداره. نکته بعدی میگه که امام جماعت کسی باشه که حد شرعی بر او جاری نشده باشه عجب. مثلا حد شرعی چیه قرآن میگه از, از زانی تو از زانی فجل دو کل واحد منهما هما می میگه زن زناکار و مرد زناکار صد تا زیانه بزنیم درست. اگر این شخص یک زمانی یک غلطی کرده بود و حد شرعی خورده بود یا دوز بود یا هر حد ش... ش... خورده بود مثلا به یک تهمت زده بود به واسطه تهمت زدن به این حد چی میزنن شرعی میزنن تازیا نمیزنن این شخص هم نمیتونه امام چی جماعت استاد شوام شرط نهم میگه یعنی حتی آن. اگر توبه کرده باشه بله 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 خاطر شهرتی که داره بله 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 من پس بخونم میرم در شرط هشتم در شرط هشتم حضرت آیت الله لازم سیستانی می فرام مسئله 1766 میگه بنابر احتیاط واجب به امام جماعتی که ش... حد شرعی بر او جاری شده و توبه هم کرده است نمیتوان توان چی کرد؟ اختدا کرد. کرد شرط نهم میگه اگر معموم نمازش استاده یه، به امامی که نماز چی نشستکی می هم نمیشه اختدا کرد درست. یا معمومی که نشستکی نماز میخوانه به امامی که خوابکی نماز میخونه یم نمیشه چی کنیم ابتدا کنیم ای شرط نهم شرط دهمش هم بسیار شرط خوب است میگه که شرط دهمش است که قبله امام و معموم یکی باشه حالا آره ما در افغانستان خدمتتون کنیم که با توجه که برخی از اوقات با برادران سنت هستیم معمولا در حوزه زون شرق زون غرب که شما تشریف برده باشین بیشتر برادران ما به طرف غرب نماز میخوانه به طرف غرب نماز میخوانه که اگر امیت خط از اینا را میتور بگیریم امتداد بدی سر از کربلا و نجف از چیزای دیگه در میاره در این حال خب بعضی از برادران باز ما رو میگه شما به طرف کربلا نماز میخوانه نه پس حوزه زون شهر زون غرب وقتی که نماز میخوانم برادران بیشتر به طرف غرب نماز میخوانم. و ما که نماز میخونیم به طرف جنوب غرب نماز میخوانیم قبله جنوب غرب چون کعبه شریف در جنوب غرب افغانستان قرار داره خب بنابراین حالا امام به طرف چی نماز میخونه به طرف غرب نماز میخونه حالا به هر ترتیبی ولی خب معموم میدونه که قبله به طرف غرب نیست بله. بلکه قبله به طرف جنوب, جنوب جنوب غرب متمایله پس این قبله از دو نفر دو چیز شد تقریبا 45 درجه قبله ها با هم دیگه چی پیدا میکنه اختلاف پیدا میکنه این رقم هم جایز نیست قبله های هر دو باید یک بعضی از اوقات که ممکنه تا به 90 درجه برسه یکی به یک طرف نماز میخونه یکی به طرف دیگر نماز یک فرض دیگه هم متصور میشه جناب جای رسولی که دو نفر سه نفر در یک جایی باشند که قبل معلوم نیه مشخص نیه بالی بالی. و هر کدومشان از یک طریقی مثلا یقین پیدا کرده بله. یکی یقین میکنه که به سمت غرب و یکی یقین میکنه که به سمت شرق یکی یقین میکنه که به سمت شمال درست خب تکلیف اینها یه ای طرف خود بخوانن بله. نمیتونه او کسی که به سمت شرق یقین کرده بله. معموم قرار بگیره و اقتدا کنه به کسی که به طرف غرب نماز, غرب نماز درود بر شما احسن و آخرین موردم جناب نعمت صاحبی که میگه نمازش یعنی نماز امام در نظر معموم صحیح باشه یعنی چی؟ مثلا ما فرض میکنیم که ما یقین دارم که امام از آبی که وضو گرفته و آب نجس بوده ما یق، معموم یقین دارم آبی که امام از او آب وضو گرفته نجسه مثلا دو ساعت پیش یک سگ آمد و خلاصه یک دهنی در ده مابین از آب زد و خلاصه آب چی کرد؟ نجس کرد ولی امام معتقده که آب نجس نیست و از اون آب چی میگیره؟ وضو میگیره پس منی که معتقدم آبی که امام وضو گرفته نجس بوده وقتی نجس بوده وضوش باطله وقتی وضو باطل باشه نمازش چیه؟ باطله پس من نمیتونم به این شخص چه کنم؟ اقتدا کنم البته این موالد دیگه هم داره که دیگه بیشتر از این من ما گنجایش نداره نه. پس طلبه بودن و ایگپ ها ملاک نیست ملاک 10 ده تا یازده شرطی که ما گفتیم همی یازده شرط اگر داشته باشه ولو طلبه اگر نباشه میشه بهش چی کرد؟ اقتدا کرد اگر چه طلبه باشه عالم دینی باشه خب قطعا این بهتر است بسیار ممنون متشکرم از شما که این یازده شرط امام جماعت رو خیلی شفاف و خوش واضح و روشن بیان کردید چون به میان برنامه رسیدیم یک سرعت کوتاه انشالله داشته باشید و بینندگان عزیز ما هم بعد از یک میان برنامه کوتاه برمیگردیم ادامه پرسش و پاسخ در زمینه مسائل و احکام شرعی که خود شما بینندگان عزیز و محترم پرسان کردید یک بار دیگه عرض میکنم برنامه به وقت بیداری سشم به شبها به طور زنده و مستقیم اختصاص یافته به پاسخگویی به احکام و مسائل شرعی به دلیل اینکه استقبال فراوانی شده و بینندگان محترم زیادی سوالات مختلفی را در باب احکام پرسان کردند ما یک شب شبها هم یک بخشی از برنامه به وقت ویداری را اختصاص به پاسخگویی به مسائل و احکام شرعی دادیم که اگر باز هم عزیزان سوالات بیشتری داشته باشند این امکان فراهم هست که در شبهای دیگر هم ما بتوانیم به این موضوع بپردازیم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم یک بار دیگر شماره تماس برنامه را عرض می کنم و بعد به دیدن میان برنامه میریم شماره مثبت 964 780 255 40 13 خدایا و تو پناه می برم از اینکه در آراستن صورتم چنان مشغول شوم که از اصلاح سیرتم باز بمانم خدایا سیرت را تو می بینی و صورت را دیگران شرم دارم از اینکه محبوب دیگران باشم و منفور تو پس خدایا تو خوش صورت و خوش سیرتم کن که اول محبوب تو باشم مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند خدایا خدای مهربانم دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم به زدایی هرچه حائل است بین من و خودت همه آنچه از منیت و نواقسم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت چنان همیشه که بخشیده ای مرا رها ساز مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم بسم الله الرحمن الرحیم و جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان خوش آمدید به برنامه به وقت بیداری گفتگو میکردیم با جناب استاد رسولی پیرامون پاسخگویی به احکام و مسائل شرعی قبل از اینکه سوال بعدی رو پرسان کنیم و پاسخ رو دریافت کنیم یک بار دیگر زمان پخش برنامه هایی که از طریق این شبکه یعنی شبکه هادی تیوی به طور زنده تقدیم شما عزیزان میگردد را اعلام میکنم برنامه روشنا که به مسائل مربوط به خانواده و های محترم میپردازد هر روز ساعت یک بجه چاشت پخش میشه و تکرارش همان شب ساعت نه و چهل و پنج دقیقه پخش خواهد شد و برنامه ما هم برنامه به وقت بیداری هر شب از ساعت 8 الى 9 شب و تکرارش فردای همان روز ساعت 10 و 45 دقیقه انشاءالله می توانید بیننده باشید و امیدواریم که استفاده ببرید سلام عرض می کنم خدمت شما حاج آقای رسولی و تشکر خایشم. از اینکه در خدمت شما هستیم و پاسخ میدیم. سوالات بینندگان خایشم. عزیز را. در ادامه سوالات بیننده محترم دیگری و برادر بزرگوار افغانستانی ما با شماره مثبت 93 79 چهار شماره آخر 50 21 سوال کردند راجع به مرد و زن نامحرمی که میخواهند با هم محرم شوند منتها نه محرم از طریق ازدواج محرم از طریق سیغه خواهر و برادری آیا ما چنین چیزی داریم و چنین چیزی درست هست و از این طریق می شود یک مرد و زن نامحرم و همدیگر محرم شوند و مثل خواهر و برادر شوند یا نه خدمت تا نرس کنم که او چیزی که در جامعه سوال میشه ممکن است شما هم شده باشه از وان با به کرات سوال میشه و او است که جناب نعمتی صاحب ما محرمیت فقط از سه طریق است درست و ما طریق چهارم برای محرمیت نداریم یکی را که میگن نسب یعنی <تصفح> محرمیتی که از طریق نسب به وجود میه خب فرزندی از مادر متولد میشه این مادر محرمش هست و این پدر محرمش هست خاله از همین طریق است به اصطلاح مامای و کاکا از طریق محرمیت چی میشه ایجاد میشه پدر بزرگ مادر بزرگ و محارمی که به وجود میاد یک از طریق چیه نسب است و یکی از طریق سبب است که سبب در اینجا منظور ازدواج است که بله. محرمیت از طریق کی پیش میاد ازدواج پیش میاد شخصی مثلا یک مردی میره دختر یک کسی را میگیره امی که دختر از کس کسی میگیره او مادر خانمش یا خصوصا مادرش میشه. محرمش میشه خدمت تان از که <coughs> خوهر یا اگر بله یا اگر شخصی خانومی میره یک شوی میکنه و خب وقتی که ازدواج کرد سیغه عقد به اصطلاح ازدواج به این تا جاری شد این خسورش یا به اصطلاح پدر شوهرش به چی میشه محرم, محرم, محرم میشه اینو میگن از طریق مصاحره یا همین ازدواج سبب. و زناشویی سبب و یک محرمیت دیگه از طریق شیر خوردن است دوست. که به اصطلاح عربیش میگن رضاع که او هم یک شرایط خاص داره جناب نعمتی صاحب که یک از شرایطش شرایطش است که شخصی که شیر میخوره از یک خانمی اول زیر دو سال باشه یعنی بالای دو سال شما ده شبان و روز از یک خانم اگر شیر بخوری این محرمیت ایجاد نمیشه, نمیشه. مستقیما از پستان خانم شیر بخوره بناب... نگر که مثلا شیر داخل یک ظرف به اصطلاح بریزن و از طریق ظرف شیر بخوره این محرمیت ایجاد نمیشه, میگن یک شبان و روز باید شیر بخوره به طوری که از همی شیر خوردن گوشت برویه و استخوان از این چی شد؟ سفت شد روش کنه و شرایط دیگه ای داره که ما فعلا در این زمینه نمیخوایم چی کنیم بحث کنیم پس ما محرمیت از سه راه داریم این محرمیتی که بعضی وقتا در جامعه هم هست اتفاق هم میفتیم اتفاق افتاده که یک زن نامحرم با یک مرد نامحرم سیغه محرمیت خواهری برادری میخوانه ما چون این چیزی در شرع مقدس اسلام نداریم بله یک چیز دیگه داریم که عقد اخوته که در روز عید غدیر مسلمانان مردها با همدیگر دیگر عقد اخوت و, و برادری بسته می کنند که هم به تأثیر از سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله سلم که بین مهاجر و انصار عقد اخوت و, و برادری بست و خود پیغمبرم با وجود ناظرین امیر مؤمنان علی علیه السلام علاوه بر اینکه پسر کاکا بودند خب برادر دینی شدن و عقد خوبات دست همو محرمیت نمیاره چون بین دوتا مرد که محرمیتی نیست درسته اه, که حتی بین خانم میشه عقد به اصطلاح خواهری به اصطلاح بس اما محرمیتی پس نمیاره چون بین دو تا زن محرمیتی قابل تصور شاید یعنی نیست شاید جناب نیست. رسولی از ریشه هایی که باعث شده دا. بین مردم بله, 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 بله. شایعه پخش شود که سیقه خواهری و برادری وجود داره در اسلام همی عقد و اخوت باشد درسته. که بالاخره بله. و دو تا مرد با هم برادر میشند و با هم تعهد میکنند که ما شما با هم برادریم این گمان و این احتمال داده شده که شاید سیغه خواهر و برادری هم وجود داشته باشه بارها سوال کردن و ما بارها بس. پاسخ دادیم که بس. همچین چیزی نیست. نداریم و همون طور که شما اشاره کردید یا به سبب ازدواج محرم می میشوند یا به سبب فامیلی و خانوادگی محرم میشوند ولی خب به خاطر ای که بعضی از مردم میگه مثلا ما با یک زن نامحرم مسافرت میریم و در طول سفر و هم دیگر خب ممکنه که دست ما بخوره و یا حتی در یک خانه اگر بچه سر راهی دختری را که مسجدی هست به بله. هموطنان ما مسجدی برمیدارند خب خوش دارند که بچه ایشان با این دختر مثلا مسجدی و هم محرم شوند مثل خواهر و برادر باشند اینها هم بالاخره یک راهکارهایی در اسلام بله، دارد بله راهکارهایی داره ولی این سیغ محرمیتی به این کیفیت هیچ راهکاری در اسلام ندارد. نیست او عقد اخوتی هم که میبندن عقد اخوتی به خاطر از که هم دیگر از دعای خیر فراموش نکنن مم. حتی در بین زمنام رابطه به اصطلاح ارث بردن و ارث گرفتن گپا اصلا چی نیست مم. پس بین دو زن نامحرم زن و مرد نامحرم عقد خواهری و برادری ما در نظر اسلا... اسلام نداره مم. اگر چه او مسجدی یا لقید، به اصطلاح کودکی که به اصطلاح در مسجد میمانند در راه میمانند او را در خانه میاره البته او تحت یک شرایط بسیار خاصی میتونه یک محرمیت ایجاد شود که فعلا بحث ما در او نیست ان شاء الله یک زمانی این مورد بله. رو هم بررسی کنه بله بسیار ممنون به عنوان سوال آخر هموطن عزیز دیگری ما با شماره مثبت 93 73 چهار شماره آخر 01 01 سوال کردند دو قسمت داره سوالیشان بله بله یک بخش سوال ای هست که آیا ما می توانیم نماز بخوانیم بر روی یک مهری که شکسته بله نصفه از شکسته بر روی یک مهر شکسته نماز بخوانیم و سوال دوم ای هست که چیکار کنیم در نماز خود ما خضوع و خشوع داشته باشیم توجه کامل داشته باشیم به اصطلاح یک نماز با حال و با کیفیت بخوانیم بسیار خوب اما این سوال اولشان دلی که انسان سجده میکنه بر مهر یا بر خاک یا بر سنگ یا بر هر چیزی که سجده بر او چی است امی که مسمای سجده باشه این یک مقدار او باشه که بگن پیشانی رو بر همو گذاشت یعنی می خودش چی میکنه که کفایت میکنه ولو به اندازه یک ناخون باشه یا بزرگتر باشه یا کمتر باشه پس اگر مور شکسته باشه نصف شده باشه چارک شده باشه یک ششمش یک اشتمش هر کیفیتی باشه همی که سر ما بر مر قرار داده و بگن که این سر روی مر چی گرفت قرار, قرار گرفت قرار. دیگه ای به اصطلاح مساحت اینج ملاک نیست که هر چه کتتر و به اصطلاح بزرگتر باشه بهتر است اما ای که شرط نیست که حتما باید کل پهنای پیشانی ما را مهر یا سنگ یا او چیزی که برای سجده میکنیم کل پهنای پیشانی ما را چی کنه سرابن. بگیر ای که مسمای که به اصطلاح سجده برش صدق کنه کافی است که حتی از آیت الله الله سیستانی حفظه الله میفرماید حتی بر تسبیحی که از خاک است دیدین دیگه تسبیح از بله. کربرای کربلای معلا تسبیح خاک میارن حتی بر تسبیح خاک هم میشه سجده. انسان چی سجده کنیم از این بابت مشکل خاصی در زمینه مم. نیست ولی هم یک تذکری بدم که شما هم دیدین برخی از مورها بسیار چرکی میشه دیگه شما بله. متوجه هستین بله. اگر و قدر شه که بیخیال دیدین دیگه رنگ, رنگ سیاه, سیاه میشه رنگ سیاه, سیاه میشه, رنگ سیاه میشه. میشه. و اگر چرک این طور باشه که پیشانی انسان به جایی که به مور که خاکه به مور برسه به چرک برسه یه قطعا یعنی مانع باشه بله یک لعه لعه باشه. چرکی لایه. مانع بین پیشانی و خاک زیر مهر باشه ای باطل تشتبه. است بنابراین باید او را بتراشن به هر کیفیت او چرک برطرف کنند برایش چی کنند؟ سجده کنن خاک سجده ولی و اما سوال دومش که چشم کار کنه که انسان یک نماز را با خضو و با خشو بخانه خب خضو و خشو یکش ماله دل است و یک شمال اعضا و چی جوارح انسان است بسیار بسیار در این زمینه سوال شده بسیار مطلب گفته شده و آرزوی هر مسلمانی همین است که یک نماز بخونه که وقتی نماز میخونه به جای دیگه فکرش نباشه چون دیدین که وقتی انسان میگه الله اکبر قرضداری بدهی مشکلات گرفتاری یا کلی از اینا حجوم میاره برای انسان راههایی گفتن جناب نعمتی صاحب اولش ایست که میگه شخص وقتی بخواد وارد نماز شما سعی کنه در گرفتن وضو دقت کنه درسته به هر میزان که در گرفتن وضو دقت کنه یعنی وضوی خودش را با تو معنی نه با آرامش وضو بگیره خب قطعا در نماز می چی میکنه تاثیر میکنه وضوعی که سرسرکی وضو بگیریم دست خود اینجی میشوریم بعد مس سر خود ده قدم دیگه او طرف بر میداریم مس سر میکنیم 20 قدم دیگه او طرف تر مس پا میکنیم خو این بالاخره یک وضوئی نیست که ما خیر از این وضوئ چی ببینیم. ببینیم, بنابراین امیر خان ناس که انسان سعی کنه وضوئ خوب بگیره دیگه میفهمند که انسان باید مواظب شکم خودش باشه این غذایی که میخوره او چیزی که انسان وارد بطن خودش میکنه و وارد شکم خودش میکنه این چیه خب قطعا اگر این مال مال پاک و پاکیزه و طیب نباشه مال حرام باشه مال بازی دادن مردم باشه مال یتیم باشه مال صغیر باشه مال بیچاره باشه و قطعا این شخص این رقم غذا رو وقتی وارد بدن خودش کرده دیگه این انتظار نداشته باشه که نماز حضرت علی علیه السلام و سلام یا نماز مثلا یا قطبی را بخونه این قطعا حواسش باشه مثل از که شما در موتر به جای پترول او میندازی درست و شما در موتر به جای که پترول بندازی او بندازی موتر روشن نمیشه دیگه حرکت نمیکنه یا, نمی. نمی یا در تیاره شما به جای که بنزین سوپر میگن به پترول سوپر بندازی پترول معمولی بندازی ها تیاره روشن نمیشه ممکن هم روشن شو حرکت نمیکنه نکنه قوت لازمه هم بنابراین با مال حرام خوردن و با گناه کردن و با معصیت کردن انتظار نماز آنچنان رو نداشته باشیم به یک روایت دیدیم شما مشاهده دیده باشین بینندگان ما شاید روایت خوانده باشین یک شخصی از حضرت علی علیه السلام سوال کرد گفت که ما قصد می نیست که نماز شب بخونم گفت با همین قصد می که مثلا نصف شب بیدار شوم نماز شب بخونم نماز شب خوانده نمیتونم که هیچی همین نماز صبح هم نزدیک است که اسپیش میشی شود قضا قضا شود حضرت علی علیه السلام فرمودن که شما شخصی هستی که در طول روز زیاد گناه میکنه حالا حالا. و گناه کردن خب انسان از فیض نماز شب نماز در دل, دل شب نمازی که همه کلی خواست انسان بیدار شد و ارتباط به با عالم بالا داشته باشه گناه انسان چی میکنه؟ زمین گیر میکنه نمیتونه رو انسان رو چی کنه؟ پرواز کنه نمی نمیفهمم شما دیدین یا نه ممکنه دمی حیات وحش نشان بدن لاشخور بله. همی که لاشه رو میخورن اینا وقتی که خیلی لاشه میخورن قدرت پرواز از اینا چی میشه؟ گرفته, گرفته, گرفته میشه یک مدتی باید میت بدون بدون تا بتنن یک نقداری که سبک شون چی شون پرواز کنند لاشخور است درست پرواز میکنه بسیار پرواز خوب هم داره اما در اثر خوردن لاشه زیاد, زیاد و سنگین پرواز. شدن از پرواز کردن میمانه نکات بسیار زیادیه دیگه ای که انسان هرچی معرفتش نسبت به خالق خودش آفریننده خودش زیادتر شود. و قطعا خب متوجه از هست پیش چی کسی استاد شده درست. خالق ما هست آفریننده ما هست روزی دهنده ما هست ده. شفایی میده تمام چیز ما ده دست دستیز هر چی ما معرفات ما نسبت به حضرت حق بیشتر شود خضوع و خشوع ما در مقابل از بیشتر. بیشتر. میشه دیگه هم توصیه بیشتر نمیکنیم کنیم جاهای ساکت نماز بخونه انسان د در جاهای برو بیا و بیروبار و مثلا در سر سرک و در خانه تلویزیون و طرف روشن است و بچه او طرف سراسدا میکنه و این گبا اینجا نماز بخونه نمیتونیم خضوع خوشو داشته باشی بنابراین یک جای رو انسان انتخاب کنه که بیرو بار نباشه سر صدا نباشد انشالله نماز بخونه و نماز با, با کیفیتی باشه بله با کیفیتی باشه توجه به برخی از مسائل هم جالب هست از جمله یک سخن زیبا از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمود هنگامی که بنده در حالت سجده قرار میگیره پیشانی خود رو بر خاک میگذاره در برابر پروردگار یک لطف و رحمتی شامل حال او میشه که اگر بداند چه لطفی از طرف خداوند او رو در بر اصلا دوست نداره که سر از سجده برداره شاید توجه به این چنین سفارشات و فرمایشاتی بلی. اون حالی که لازم هست برای انسان ایجاد کنه در کناری که شما اشاره کردید اگر روح اون تهارت و پاکی بلی. رو داشته باشه با گناه حلوده نشده باشه میتوانه که نماز خوب و با کیفیتی بخونه که از خداوند متعال میخوایم همه ما را از جمله کسانی قرار بده که ارتباط خوبی با خالق خود از طریق نماز برقرار میکنیم. بسیار ممنون متشکرم از شما جناب استاد رسولی و تشکر از همه بینندگان عزیز و محترم که با برنامه همراه بودید یک بار دیگر عرض میکنیم که ما یک شنبه شب ها را هم علاوه بر سه شنبه ها به مسائل پاسخگویی به احکام اختصاص دادیم می توانید سوالات خود را حتما از طریق این شماره با برنامه در ارتباط بگذارید شماره مثبت 964 780 255 40 به جهان خورم از آنم که جهان خورم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر با همه شما خوبان خداحافظی می کنیم در پناه خداوند مهربان باشید e <tries>